خوش آمدید دوست عزیز، صبح همیتون بخیر. قسمی که در آغاز برنامه گفتیم چند لحظه اخیر هم ما اختصاص میدیم به اینکه کامنت هایتون رو بخونیم و همچون تماس های شما رو بگیریم. فعلا همدمو فرصت پیدا کردیم تا اینکه میمان های ما میرسن. خوب است که بریم سراغ مسرح جان. قرار است براتون کامنت هایتون که به ما فرستادین بخونم. من هم اینجا منتظر تماس های شما ایزان هم میباشم. شما هم میتونید تماس بگیریم به شماره تماس 0728 966 966. شماره تماس برنامه هست. به طور لایو صحبت بکنیم، وقت خوب را هم اختیار کنیم. فعلا هم میریم سراغ مسرح. بله، امروز کامنت های خیلی زیاد آمده و خواستن که روز زن را به بانوان ما تبریک بگوین. و در کامنت اول نظیر ریالی هم هست بشک، سلام تقدیم دو گوینده موفق میوند جانی زن را تبریک میگم. میره باید دو دفعه بخوان. محمد علی رضایی سلام به دو نازنین، سلام افغانستان. محمد علی رضایی هستم و روز جهانی زن را برای همه زنان جهان تبریک میگم. بدون شک وجود زن است که ما مردها هستیم، وجود زن است که ما به قلاهای موفقیت میرسیم. خلاصه میگم که یک دنیا است. تشکر. خب منظورش از یک دنیا است. بله، کامنت ها را بالا ببرین. روشنگولی چی گفته ببینیم. بله، روشنگولی گفته که سلام به همه خانم های شجاع کشور ما. روشنگولی هستم از دارلمان. روز جهانی زن اولتر از همه به مادر عزیزم و شما و دو گوینده موفق و به همه زنان دلیر کشورم تبریک میگم و خواهان یک کشور با صلح و معرفه هستم. تشکر. حاجی ادریس گفته سلام به دو گوینده برنامه و روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و به خصوص زنهای افغانستان تبریک. ما همچنان به شما دو گل ناز نگین جان و مسئول جان تشکر. سلامت باشی. الان بای گفته روز جهانی زن را به تمام زنان جهان و افغانستان زیباییم تبریک میگم. سلامت باشی. حمید صمدی گفته سلام به دو نازنین، سلام افغانستان. دکتر حامد صمدی هستم و روز جهانی زن را برای همه زنان جهان تبریک میگم. بدون شک وجود زن است که ما مردها هستیم، وجود زن است که ما به قلای موفقیت میرسیم. خلاصه میگم زن است که یک دنیا است. سلامت باشی. اسکای هندر گفته روز جهانی زن را برای تمام زنان دنیا بخصوص زنان افتخارآور افغانستان مبارک میگم. سلامت باشی عزیزم. پرنسس احمدی گفته 8 مارس روز جهانی زن، خواهر، مادر و همسر برای همه زنان جهان بخصوص زنان قهرمان سرزمین مبارک. مهم نیست که حتما در این روز برایشان یک هدیه بزرگ بگیریم. با شاخه گل یک تبریکی با عشق و محبت بهترین هدیه میتونه باشه. سلامت باشه عزیزم. تواب وهابزاده گفته همین که زن یک مادر است یعنی همه دنیا هست بدون شک. فرهاد فروتن گفته سلام نگینه جان و مسوره جان، تشکر از ویژه برنامه ای که به مناسبت 8 مارس ترتیب نموده. زن بود که ما هستیم، این به همه زنها جهان بخصوص زنان زجر کشیده افغانستان تبریک میگم. سلامت باشین. رئیس خالد احمد زیفت سلام به مستوره جان و نگینه جان و تمام بیننده های عزیزم. روز جهانی زن به تمام مادران تبریک و مبارک میگویم و بالخصوص به مادر عزیزم که مرا به تمام نیرو و قوت خود تشویق کرد تا در امورات زندگی خود کامیاب و سربلند باشم. خاکت شما مادر. سلامت باشی. مصطفی ابراهیمی گفته سلام نگینه جان و مستوره جان، روز زن را اول به شما و بعدا به تمام خانم های افغانستان و مادران تبریک میگم. تشکر از شما. سلامت باشی. شفیق حنیف هم گفته سلام به دو گل سلام افغانستان، مناسبت روز جهانی زن به شما نگینه جان و مسئول جان و به تمام بیننده های برنامه سلام افغانستان و به تمام خواهران و مادران تبریک. امید میکنم کس که همیشه خوش و سربلند باشن. احمد شکوری گفته 8 مارس روز زن برای خواهران و مادران تبریک باد میگم. تشکر از تمامتون که کامنت گذاشتین و روز جهانی زن را به تمام مادران و خواهران و برادران معذرت میخوام تبریک میگم. سلامت باشین از که کامنت گذاشتین. واقعا جای خوشحالی که امروز شما را در برنامه داشتیم. شما هم اکنون میتونید به شماره 0728 966 966 تبریک یک دقیقه چون میشینید. بله که صحبت بکنم با اینه که صحبت های بیشتر ما بکنم. دوست عزیز کامنت هایتون ختم شد. مسرح جان تمام کامنت های شما را ایزان خان تبریکی هم داد و تمام شما آرزو دارم 8 مارس که فردا هست بتونیم به گونه ای که خودتان میخواین به دل خود تجلیل بکنین. ما هم خواستیم کمی برنامه رو ویژه تر بسازیم. آرزو دارم در این هدف خیلی زیبا را که ما داشتیم امروز توانسته باشیم که 8 مارس به درستیش تجلیل بکنیم. دوست عزیز باز هم منتظر تماس های شما ایزان هستیم. 0728 966
66 شماره تماس برنامه هست، تماس بگیرید و تا لایو فرمای ما صحبت داشته باشین. اگر تبریکی به 8 مارس به تمام خانم های شجاع و دلیری که در افغانستان هسته که با این قدر مشکلات مبارزه میکنن، شما هم تماس بگیرید، ما را همراهی بکنید در برنامه سلام افغانستان. تنها نگذارید، منتظرتان هستم. ما همچنان باید بگیم دوستای عزیز که میمونه خیلی خوب و ما هم باقی مانده. چه خوب است که همکارا وقفه بگیریم، درست است؟ خوب است که میگن وقفه نگیریم، خوب است که میگن مهمانایتون دعوت بکنیم. که مهمانای ما کدام هستن من نمیفهمم، همکارا بر ما بگوین که ما بگویم که یاس. خب بانو سریا سبرنگ است، یکی از خانم های است که زیاد زحمت کشیدن. بیان صحبت های بیشتر از خودشان میشنویم، خوب است که خودشان بیان صحبت های خود همراه ما داشته باشن. فعلا صبحانه خیلی مزه داره که ما آماده کردیم، همراه ما صبحانه نوش جان بکنن. بانو سریا سبرنگ هم در کنار ما هستن. بفرمایید، بفرمایید. روزتان مبارک باد. سلامت خوب هستید شما؟ هم تشکر. بفرمایید. سلام و کلام اگر با بیننده داریم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور همه بیننده های بسیار عزیز تلویزیون میوان و همچنان روز همبستگی زنان جهان برای تمام زنان افغانستان، برای تمام مردم افغانستان، به خانواده ها از صمیم قلب تبریک میگم. تشکر، سلامت زنده باشین که امروز در این روز زیبا امروز خواستین شما هم در کنار ما باشین، تشریف آوردین. خیلی خوشحال شدیم که شما را داریم. خوب است که بریم اول سراغ ست برنامه، صحبت های خود ادامه بدیم. صبحانه خیلی مزه دار که باقی مانده، شما هم میتونید نوش جان بکنید که چنان نمک هستیم ما و شما. چندین بار در برنامه سلام افغانستان در کنار ما بودین، یک فضای خیلی خوب امروز شما داشتیم. خوب است که صبحانه مزه دار که میخواین نوش جان بکنید یا یک چای سبز میخواین که بنوشین. یک چای سبز دیگه میفهمین که وقتی که سن آدم کمی زیادتر میشه چای. آدم فقط چای سبز میخوره، ولی چقدر زیبا با سلیقه همه جا خود شما بسیار مقبول، لباس های مقبول پوشیدین. همیشه انشالله که نمیتو پر از شادی باشین، خوش باشین. تشکر. زیبا باشین. سلام از زنده باشین که شما در کنار ما داشته باشیم، ما همونطور زیبا و مقبول می باشیم. امروز هم خواستیم کمی برنامه سلام افغانستان ویژه تر بگیریم به افتخار خانم های شجاع و دلیر افغانستان. این روز ماست، حق داریم که باید تجلیل بکنیم. وقتی شما رو ما می بینیم انرژی می گیریم و مطمئن میشیم که آینده افغانستان به همیت یک دستای بسیار مطمئن و پر از عشق و علاقه برای آینده و برای خوشی ها و برای پیشرفت زنده باشید. تشکر بسیار زیاد. همکار یک چای سبز نثار جان بنداز بر ما بیار، ما و شما میفرمایم میریم سراغ ست برنامه. صبحتان بخیر و روز زن را از صمیم قلب براتون تبریک میگم. سلامت باشین، برای شما هم همچنان سلامت باشین. صبح را چگونه آغاز کردیم؟ امروز دیگه از من سفر داشتم به جلال آباد بودم برای دیگه یک تحقیق ملی در رابطه به زنان، صلح و امنیت برای انداختیم و بعد وقتی که رسیدم که پیام تلویزیون شما برام آمد بسیار با خوشی. صبحم به همین فکر بودم که زودتر بیایم دخترای زیبا و قشنگ ببینیم، این روز در گلا و زیبایار ببینیم و با هم تجلیل بکنیم. روز 8 مارچ که روز همبستگی زنان تمام جهان هسته و میفهمین که این روز به آسانی زنان جهان به دست نیاوردن، بله. بسیار فداکاری کردن، قربانی ها دادن. بنابراین ما برای ازی که پاس داشته باشیم، پاس بداریم از این روز بسیار بزرگ خود است که یک روز عادی نیست. به بله، بدون صبح ما خوش بودیم و به می اساس بسیار با خوشی تشکر. این که سیرت شما زیبا هست که ما را در آینه خود میبینید. خیلی خوشحال هستیم که امروز شما را در کنار خود داریم. میره ببینید که فردا 8 مارچ است، شما هم خوب است که صحبت های داشته باشین که 8 مارچ یعنی چی؟ تشکر میکنم. میفهمین که 8 مارچ یک روز عادی نیست. این روز یکونه تاریخش شما بسیار خوب میفهمین که یعنی به قرن 19 و مو 1857 اولین بار زنان فابریکی نساجی در نیویورک
علیه بیعدالتی قیام کردن و اینا مزد مساوی میخواستن، ساعت کار میگفتن کم بشه و همچنان شرایط کار بسیار نامساعد بود، میخواستن که شرایط بهتر بشه و اینا ازارها ازار زن برای اولین بار اینا تظاهرات کردن، آمدن به بیرون به خیابانا، ولی بدبختانه که اینا پلیس حمله میکنه و بعد از ولت و کوب میشن، سردنش میشن و این جنبش از اینا رو فکر میکنن که در این قسمت صدای حق طلبیشان خاموش بسادن، ولی خوشبختانه که این توسعه پیدا میکنه، نه تنها امریکا، اروپا و شمال افریقا رو همه در بر میگیره و یک موج عظیمی از حق طلبی زنان در همه دنیا بسیار گسترش پیدا میکنه و بالاخره به یعنی 50مین سالگرد از این روز در باز میگیرن کشورهای اروپایی همه و بالاخره باز هم دوباره سرکوب میشن، قربانی میدن. مثلا در قدم اول اگر مزد برابر میخواستن و شرایط مناسب کار، در موج دوم اینا حقوق سیاسی و اجتماعیشان مطالبه میکردن و اینا و بعد آهست آهسته میخواستن اقره داشته باشن. شما ببینین که مثلا تا 99 تا اینا حق رای هم نداشتن که ما در این قسمت از اونا پیش قدم بودیم، ولی به هر صورت چیزی که زیاد برای ما و شما مهم است و بالاخره به 1977 بین 75 تا 77 بالاخره تلاش به این شد که ملل متحد بالاخره قبول کرد که یک روز به نام امی روز 8 مارچ به یاد بود هزمو قهرمانان و از او همبستگی زنان به نام روز 8 مارچ مسما بسادن که یعنی روز همبستگی است و ای به نظر من برای ما و شما، برای مخصوصا برای شما دخترای جوان، برای تمام زنان افغانستان، برای ماهایی که در یعنی کار میکنیم در راستای تحقق و حقوق زنان مبارزه میکنیم، این دو پیام بسیار مهمه برای ما داره. یکی که میفهمین وقتی که شما یک هدف والار برای خود انتخاب میکنین، تعیین میکنین، برای برابری، برای احقاق حقوق خود به عنوان یک شهروند، به عنوان حقوق اساسی شهروندی خود، حقوق اسلامی و شرعی خود، باید مبارزه بکنین، باید تکافو بکنین، زحمت بکشین، فداکاری باید داشته باشین، قربانی بدین. و یک بحث است که پیام برای همگی خانوما هست که در این شرایط فعلی ما باید به هیچ عنوان یعنی دل سرد نشیم، خسته نشیم. بله دکتر، شما در طول قدر وقت که مثلا روز 8 مارچ ثبت شده، شما چقدر روزه تدلیل کردین و کدامش براتون پر خاطره ترین روز زن؟ من فکر میکنم همین روز برای من پر خاطره ترین است. برای ما همچنان ای که امروز شما را در کنار خود داریم، فکر کنین که ما برنامه را ویژه خود ساخته بودیم، ای که شما آمدین ای را بیخی همطور دیگه به دل ما ساختین و ویژه تر و ویژه تر ساختین. سلامت باشین و اگر وقت بدین که و پیام دوم من برای زنان افغانستان امی هست که تا زمانی که ما صدای واحد نداشته باشیم، تا زمانی که اتحاد نظر نداشته باشیم، مخصوصا همبستگی به هم دیگر نداشته باشیم و از این جزیره ها مجموع الجزایر نسازیم، ما نمیتونیم که به مو حقوق اساسی خود برسیم، به خواسته هایی که داریم، به یک جامعه مرفع برابر و آزاد. و این ما دو مسئله و مهم پیامر ما از مو خانمای قهرمانی که در اولین روز در نیویورک یعنی مبارزه کردن و بالاخره قهرمانی کردن، از اونا باید بیاموزیم. اینمی پیام ما، اینمیه، یکی پشتکار، تکاپو، تلاش و یکی هم همبستگی. بله که رمز موفقیت ما بمی است. دکتر صاحب، ما بسیار بانوان ما مشکلات را در دهه های گذشته سپری کردن، اما حالا سکوت نکردن و صدای خود را بلند کردن و خواستن مبارزه کنن. چقدر این جای خوشحالیست، چقدر امیدواری است که دهه های بعد اصلا ظلمی، اصلا مشکلات بر بانوان نباشه. من فکر می کنم یکی وظیفه ما، نسل ما که بگیم نسل سوم هستیم، کدام هستیم، ما نسل اول هستیم، ما باید کوشش بکنیم که برای تمام مردم افغانستان، برای جوانا، برای زنان، دخترای جوان مثل شما ای امید بدیم که آینده از شماست، از شماست. و او ما همه قربانی هستیم، ولی انشالله شما زندگی به مراتب بهتر دارین، انشالله با آرزوهای خود میرسین، به شرطی که اینمی دو اصلی که گفتم اینمی فراموش نکنین، زحمت بکشین، تلاش بکنین و هم بستگی داشته باشین، اتحاد داشته باشین، اعتماد به نفس داشته باشین. و من فکر میکنم در قرن 21 انشالله و تعالی که شما یعنی به مراتب یعنی آینده شما تضمین باشه
و در ضمن دیگه این دلهوره و تشویش نداره. بسیار خوب. فردا هم 8 مارچ هست، شما به نظرتون به قسمی که باید 8 مارچ تجلیل شود به خانم ها و فردا شاید شما هم پلان های داشته باشین به خاطر از اینکه 8 مارچ تجلیل بکنید، آیا تجلیل هم میشه به نظر شما به اون گونه ای که باید به یک خانم تجلیل شود؟ من فکر میکنم تغییرات بسیار زیاد آمده. مثلا در اوائل بعد از سقوط طالبان بیشتر مردم در واژه 8 مارچ یا در امیت روز به اون صورت معلومات نداشتن، ولی خوشبختانه در طول این 17 سال دیگه این آیسته آیسته نادیده شده و مثلا خانواده ها مردای خانواده میان برای خانمایشان تبریک میگن. اگه یاد شما باشه من یک زمان یک پیام دادم تقریبا شاید 7 سال 8 سال قبل باشه، من به روز 8 مارچ پیام دادم گفتم من فقط یک خواهشی دارم از مردای افغانستان، از مخصوصا از شوهرای محترم، من میخوام که یک دفعه به خانمشان امی لحظه بگن که دوستت دارم و این هیچ زمان فراموششان نمیشه. برای ازی که وقتی که شما به خانمتان به همسرتان میگین دوستت دارم، او بزرگترین تحفه که برش میدین و هیچ وقت فراموشش نمیشه. اتفاقا برای من زیاد زنگ زدن از هر طرف و گفتن امی لحظه، یعنی بچهای جوانم که تازه یعنی نامزد بودن، هر کدام برای ما گفتن که ما تشکر میکنیم از این پیام شما. ما حتی زن و شوهر به هم پر بودن اونمون لحظه کیر گفتم مجبور شده که امرایش صحبت بکنه، برای زی که ما گفتم که این پیام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم است که گفته اگر شما یک بار برای همسرتان بگین دوست دارم، او هیچ وقت فراموشش نمی‌کنه، بزرگترین توفه. بنان همه این کار میکردن. فردا اتفاقا من دو برنامه دارم، یکی که برای رادیو آزادی باید اون یک میز مدور است برایشان وعده دادم که میرم و بعدم سفر دارم به قندهار. میرم به قندهار، اونجا هم در رابطه به همین زنان صلح و امنیت یک تحقیق ملی داریم، به اونجا میرم. یعنی فردا شاید همه قدر فرصتم نداشته باشم که امی مثلا شوهرم برادرم اینها برام تبریکی بگن. تبریکی هم دادن، حتما تحفه هم گرفتن، تحفه‌ای که براتون بسیار با ارزش بوده و از دیدنش خیلی ها خوشحال شدین. از طرف همسرتون به دست آوردین کدام تحفه بوده؟ من معمولا بسیار عاشق گل هستم. گل اینو آماده کردیم مقصد امی گلای تازه رو، اون گل نرگس گل نرگس بود از گلای است که ما واقعا بسیار دوستش دارم. شما یک خیلی خوب یادآور شدین، گفتین که عدد من مثلا سلام گفته که یک دوست دارم بگه، شما رو دوست دارم گفته؟ بارها بارها من گفتم. به من فکر میکنم روز 10 دفعه میگه دوست دارم. باز شما جواب شمیتین یعنی؟ شما چی رفت جواب شمیگین؟ من میگم همچنان تنها همچنان نیبا شما بگین من هم دوست دارم یا لبی تو نار میمانیم باز به یک وقتهای بسیار. تشکر بسیار زیاد که امروز در کنار ما بودیم، خیلی خوشحال شدیم ما و مسرا جان زمانی که شما رو در کنار خود داشتیم، یک فضای خیلی خوب داشتیم. یک گل مقبول از طرف ما و مسرا جان تقدیم بر شما بانو صبرن. یکی من میتونم یکی خود مسرا جان برتون بده، چون گل زیاد دوست دارین این گلای زیبا و مقبول مثل خودتون که زیبا هست تقدیم به خود شما. سلامت تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد بانو صبرن. خب مسرا جان خوب است وقفه بگیریم؟ روز خوش داشته باشید. تشکر. تشکر. بفرمایید. بله یک میام برنامه بگیریم، کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.